درش تو من تو هم تو من باش، یک پیرهن است گو دوتن باش، جانا همه آن تو شدم من، من آن تو هم تو آن من باش. کی فکر میکنه که این شعر مال 800 سال پیش باشه؟ دکتر عطار نیشابوری، صاحب داروخانه در شهر نیشابور، یکی از بزرگترین شهرهای آسیا در کنار جاده ابریشم. در عشق تو من تو هم تو من باش، یک پیرهن است گو دوتن باش، جانا همه آن تو شدم من، من آن تو هم تو آن من باش. یک رمز مگوی لیک چون گل، میخند خوش و همه دهن باش، گر گویندت که کافری چیست، گو عاشق زلف پرشکن باش، ور گویندت که چیست ایمان، گو روی ببین و نعره زن باش، گر کشتن تو دهند فتوا، در کشتن خود به تاختن باش، ور گویندت ببایدت سوخت، تو خود ز برای سوختن باش، در عشق تو من تو هم تو من باش. درود بر عالی جناب عطار نیشابوری. خب من یه ارجمندم. امپراتوری ترور بخشی از آفریقا رو الان در اختیار داره، شمال آفریقا و همینطور بخش های عمده از خاورمیانه و داعش هم که امروز هم در عراق فعال، هم در سوریه و بخشهایی از خاک هر دو کشور رو گرفته، همه این کشور رو تجزیه کرده و بعضی ترور امروز هم در شبه قاره حضور داره، در افغانستان، در پاکستان، در هند و در بسیاری از کشورهای حتی دوردست آسیایی و همینجور که میدونیم امروز جای پای ترور رو در تمام کشورهای اتحادیه اروپا میشه دید. اینا کسانی هستن که اتباع اتحادیه اروپا محسوب میشن اما امروز دارن در کنار داعش میجنگند در سوریه، در عراق. برخی هم گفته میشه که پشیمان شدن از رفتن به عراق و سوریه. حالا باید ببینیم که تصمیم نهایی کشورهای اروپایی چیست، به ویژه انگلیس ها که در فکر یک راه معقول هستن و نمیدونن واقعا با افراد وابسته به داعش چه باید بکنن، مثلا اونایی که شهروند انگلیس یا شهروند اروپا محسوب میشن. خب حالا فکر کنید در چنین فضایی گالوب رفته به سراغ مردم ایالات متحده آمریکا، ببینه آیا در آمریکا موضوعی به نام ترور اصلا محلی از اعراب داره؟ یعنی مردم در آمریکا اون تروریسم رو یک چالش بزرگ در برابر این مملکت میبینند یا نه؟ متاسفانه خبر بد اینه که فقط 0.5% از مردم آمریکا ترور یه مسئله خیلی عمده و مهم تلقی میکنن، بقیه اصلا ترور رو به عنوان یه مسئله کلان به حساب نمیارن. فقط 0.5% ترور در مجموعه یا در فهرست موضوعات مهم در این مملکت الان ردیف نهم رو به خودش اختصاص داد، یعنی اون تهاست اصلا و صافلی ردیف نهم، بعد از مسائلی حتی مثل بیمه درمانی و از این قبیل یا نارضایی مردم از دولت، مسئله اشتغال، مسئله بیکاری، مسئله اقتصاد. اقتصاد فکر کنم دومین باشه از نظر اهمیت، اولیش که نارضایی مردم از سیاست‌های دولت و بعد سمت راست اگه نگاه کنید به مجموع نظرسنجی‌های گالوب در مورد رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا متوجه میشید که امروز اکثریت سیاست‌های پرزیدنت اوباما رو تایید نمی‌کنه، بالای 50%. همینجا سمت راست نگاه، سمت راست این الان نظرخواهی است درباره اهمیت ترور از دید آمریکایی‌ها. ردیف نهم یعنی تقریبا کسی ترور رو به چیزی یا پس چیزی نمیخره. معلوم میشه ترور باید اول گریبان یک ملت رو بگیره تا اون ملت متوجه حضورش در دنیا بشه، در بقیه کشورهای جهان بشه. کما که روزی روزگاری بعد از یک ماه بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر در همین نیویورک،
گالوب رفت به سراغ مردم در آمریکا، متوجه شد چیزی نزدیک 50%، 47% مردم این مملکت اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مسئله ترور قائلن و معتقدند که باید در برابر این پدیده ایستاد، پدیده خطرناک و حال امنیت و آسایش در این مملکت. معلوم میشه که گذشت سالها، این 12-13 سال در واقع مردم آمریکا رو دور کرده از شرایطی که روزی در زندگی میکردن و ترور اسباب هول و وحشت و دلشوره و دلواپسی اونها رو فراهم کرد. و امیدوارم که رسانه‌ها این وسط نقش تاریخی خودشون ایفا بکنن. در چی؟ در روشن کردن اذهان عمومی، توجه دادن اونها به مسئولیتشون، از همه مهمتر پرداختن به این موضوع که امروز ترور گریبان خاورمیانه رو گرفته، ولی فردا قطعا و حتما گریبان جهان غرب رو خواهد گرفت. کما که پیشبینی بسیاری از مراجع، از جمله بسیاری از کارشناسان کالج سلطنتی در انگلستان اینه که تروریسم نوع داعشیش فردا گریبان اروپا را هم خواهد گرفت. یعنی باید منتظر اقدامات بعدی این گروه مثلا در قاره اروپا. این خیلی اهمیت داره که مردمان جهان غرب، دست کم به اندازه ایرانی ها، چون ما خوشبختانه ملتی هستیم در این زمین ها تجربه های زیاد داریم، میدونیم که وقتی سرکله ترور پیدا میشه ما باید منتظر چه عواقب و چه پیامدهایی بود. اونا هم دست کم حالا با توجه به تجربه‌ای که از سرنوشت تاریخی خاورمیانه اندوختن، بیشتر به مسئولیت‌های جهانی خودشون توجه نشون بده، ببیشه آمریکایی‌ها. خب همین عزیز و ارجمند، اجازه بدید که بعد گذشتن از بازار موسیقی که میخوام کار درخشانی رو برای شما پخش بکنم، جان مریم، اجرای سه شخصیت هنری از جمله آقای تقدسی که از اروپا رفته به ایران، کار رو به هم گوش میکنیم و میبینیم هر دو، و بعد هم میرم به سراغ یک شخصیت خیلی جالب، کنتراکتور کاخ سفید، عکاس شمار زیادی از رؤسای جمهور در ایالات متحده آمریکا از دوره ریگان بگیرید تا به امروز. با خاطرات او آشنا میشیم، با خود او آشنا میشیم. چهره جالبی است آقای عباس شیر محمدی. تا لحظات دیگر. وای وای گل سرخ و سفیدم، کی میایی؟ بنفش برگ بیدم، چشماتو با کن منو نگاه کن، شد هوا سفید، در اومد خورشید، وقت اون رسید که بریم به صحرا. وای نه
نازنین مریم، وای نازنین مریم. جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن، بشین روونه بریم از خونه، شونه بشونه به یاد اون روزها. وای نازنین مریم، آی نازنین مریم. باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، کاش میخوابیدم، تو رو خواب میدیدم. گوشه یه غم توی دلم زد، جمونه دونه به دونه، نمیدونه چه کنه فایدم. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، درو کنیم گند و مارو. یا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنین مریم. جان مریم چشماتو با کن، منو نگاه کن، شاد هوا سفید در اومد خورشید، وقت اون رسید که بریم به صحرا. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن، بشین روونه بریم از خونه، شونه به شونه به یاد اون روزها. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، کاش میخوابیدم، تو رو خواب میدیدم. گوشه یه غم توی دلم زد، جمونه دونه به دونه، دل نمیدونه چه کنه با این غم. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، درو کنیم گند و مارو. بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنین همینان ارجمنده. مستقیبا اجازه بریم، بریم با واشنگتن دی سی، بریم به سراغ کنتراکتور کاخ سفید آقای عباس شیر محمدی. درود بر آقای شیر محمدی عزیز، شب شما بخیر. درود بر شما و بینندگان عزیزتون. حال شما چطوره آقای شیر محمدی؟ حالتون خوبه؟ قربان شما، مرسی. آقای شیر محمدی رو به اولین باری که دیدم عکاس بودن در کاخ سفید در دوره کلینتون، و کلینتون ها در کاخ سفید بودن، و میدونم که آقای شیر محمدی یک عشق و یک محبتی نسبت به این خانواده از دیرباز داره، همینطوره نیست؟ خانواده خیلی باهوش و تحصیل کرده و واقعا سیاست مداری هستن. آره همینه. وقتی میگیم داشتم که سالها باشون باشم، خب من میدونم که شما سالها خودتون عکاس کاخ سفید، عکاس رؤسای جمهور، و امروز کنتراکتور. وقتی میگیم کنتراکتور کاخ سفید یعنی چی؟ ببینید جامعه بدید، بذارید من این مسئله رو کلیر کنم. من هیچ زمانی
عکاس رسمی کاخ سفید نبودم. ما همیشه کانترکتور کارهای کانترکت اونجا رو انجام میدیم، برای اینکه عکاسای خود کاخ سفید که معمولا همیشه دو نفر بیشتر نیستن و یه نفر سوم هم هست که فرست لیدی رو کاور میکنه، اینا کاخ سفید حق فروش هیچ عکسی رو نداره. و زمانی که یک برنامه هست، یک جشنی هست، خب تعداد خیلی زیادی عکسای خصوصی میخوان با رئیس جمهور بگیرن یا معاونش بگیرن و اونا توسط ما یا عکاسای مثل ما گرفته میشه که بعداً میتونن اینا رو بفروشن، به فروش بده، یعنی در اختیار اون اشخاص بگذارن. و خب تعدادمون کم هست، کسایی که باید سوء سابقه نداشته باشن و یعنی کلیر باشن که بتونن این جواز رو در حقیقت بگیرن که برن و اونجا اون کار رو انجام بدن. من از زمان ریگان داره این برنامه رو داشتم. شما از زمان ریگان الان به کاخ سفید هفته آمد داشتید نیست؟ من خیلی جالبه، من روزی که ریگان قسم خورد و ساعت 12 درست قسم خورد و هاوارد بیکر روزنامه واشنگتن پست رو بهش داد و بهش تبریک گفت که گروگان ها از مرز هوایی ایران اومدن بیرون و ریگان در اسپیچش هم گفت ما دیگه با ایران کار نداریم و با ایرانی دیگه کار نداریم، من نزدیک 10 قدمی اینا وایسادم. عجب چه احساسی بهتون دست داد؟ نگران نشدید از سرنوشت خودتون؟ اصلا من همیشه افتخارم بوده که ایرانی هستم و همیشه جوانهای ایرانی رو تشویق کردم که نگذارید هیچ مسئله مانع از پیشرفتتون بشه و باور کنید در مجالسی از من سوال شده که کجایی هستی و من با صدای بلند گفتم ایرانی هستم که شاید نمیباید میگفتم و شاید خیلی خوششون نیومد، ولی من با افتخار همیشه گفتم ایرانی هستم. و یکی از خیلی به سرعت اینو بهتون بگم، یکی از واقعا لحظه‌هایی که من این جایزه رو برای خودم دیدم، این ریورد رو گرفتم، موقعی بود که خانم سرکار خانم شیرین عبادی جایزه نوبل رو گرفتن و من توی یک مجلسی بودم با الگور، پشت صحنه بودیم، تو اتاق خصوصی بودیم و همون لحظه اعلام کردن که این جایزه به خانم شیرین عبادی تعلق گرفت و ایشون دست رو گذاشت رو شونه من و گفت عباس هموطن تو جایزه نوبل رو گرفت. و من نتونستم دیگه اونجا عکس بگیرم، اومدم بیرون، بی اختیار اشک داشت از چشمام میمد پایین و اومدم بیرون و یکی از دوستام که با من بود اونجا گفتم شما برو تو، من دیگه نمیدونم. گفت چی شده؟ گفتم اینطوری شده. ایشون هم شروع کرد گریه کردن. آخه شیر محمدی، در دوره‌ای که خانم هیلری کلینتون مبارزات انتخاباتی داشت، میدونم شما در یه 200 سفری اون رو همراهی کردی نیست؟ من عکاس رسمی کمپین بودم، یعنی کنتراکت داشتم با کمپین هیلری و نزدیک 200 و خورده ایونت ما برنامه مختلف انجام دادیم، مسافرت یا ایونت هایی که توی خود واشنگتن بود یا نزدیک واشنگتن نیویورک بود، حتی پورتوریکو رفتیم، گوام رفتیم و خیلی خیلی تجربه جالبی بود برای من، واقعا تجربه خوبی بود برای من. سنم یک بار در هواپیما با آقای بیل کلینتون درباره ایران صحبت کردید؟ بله، یک من افتخار داشتم که آقای دکتر رضاییان که ایشون یک محقق و یک تقریبا باستانشناس خیلی معروفی هستن در دانشگاه الینوی، همون مجموعه های کتاب ها و سیدی هایی که بازسازی کردن بناهای قدیمی ایران رو، ایشون مجموعه آخرشون 7 آهنگ در اومده بود و من توی دانشگاه مریلند یک برنامه داشتن، جشنی داشتن که اینو معرفی میکردن به تعداد خیلی از ایرانی های اونجا و من فردا صبح ما داشتیم میرفتیم پورتوریکو با خود بیل کلینتون و من خواهش کردم، گفتم یک نسخهشو برای خود آقای بیل کلینتون امضا کنید و ایشون محبت کردن و شماره 1 رو امضا کردن، چون میدونید توی این کتاب ها و سی دی ها و مجموعه هایی که انتشار پیدا میکنه شماره 1ش خیلی با ارزش هست، امضا کردن و من اینو بعد موقعی که داشتیم برمیگشتیم، 3 روز بعد که داشتیم برمیگشتیم، موقعی که نشستیم تو هواپیما، من بهشون دادم و گفتم که این یه کادویی از طرف آقای دکتر رضاییان برای شما. و خب طبیعتا اونجا
درخواست سی دی پلیر کردن، دی وی دی پلیر که داشتیم یه 20 دقیقه گوش دادن و یک نگاه خیلی کلینتون، نگاهش خیلی عمیقه وقتی به شما نگاه میکنه، این نگاه خیلی عمیقی به من کردن و گفتن که من امیدوارم یه روز با هم به اون کشور زیبا بتونیم مسافرت کنیم. آخه و اون دیگه اصلا موقعی بود که من اصلا نفهمیدم کجا هستم با من. اینکه میگه تو هواپیما همون فورس وان؟ نه 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 ایشون نه، موقعی که هلری داشت ران میکرد در روری چیز پرایویت جت بود، جت هایی که کسایی که میخواستن کمک کنن به کمپین در اختیارشون میذاشتن برای مسافرت. جالبه جالب، یعنی بیش از دیگه. ببینم این سفرهایی که با هیلری کلینتون میکردید با هواپیما بود، قطار بود، اتوبوس بود، چی بود؟ 90 درصدش هواپیما بود، 90 درصدش بعضی وقتا مثلا خود بیل کلینتون تو یک استان بود، یه جایی بود، خود هلری یه جای دیگه بود و اینا رو طوری باید تنظیم میکردیم که من یا عکاس میفرستدم برای مثلا یکیشون یا خودم میرفتم هر دو جا سه جا را. یه موقعی من اومدم لس آنجلس، باور نمیکنید ما 6 تا ایونت داشتیم در 2 روز و تمامش فاصله ها بیشتر از 1500 مایل بود و من وارد فرودگاه لس آنجلس که شدیم و خب توی پرایوت ترمینال رفتیم، واقعا نمیدونستم کجا هستم، یعنی اصلا به کل فراموش کردم کجا هستم الان، اینقدر تنس و اینقدر فشار بود. و یکی از چیزهایی که خب همه میدونن این خارق‌العاده بودن انرژی این زن و شوهر هست که ایشون با تمام این مسافرت ها با تمام این بازدید ها حتی تو هواپیما هم نپ نمیگرفت، همش داشت یا ریویو میکرد یا صحبت میکرد یا استراتژی میتینگ بود. یعنی اصلا من انرژی اینا واقعا یه چیز افسانه‌ای هست این دو نفر. خستگی ناپذیر دقیقاً. خستگی ناپذیر. عباس شیرمحمدی عزیز، شما بچه یزد دیگه نیست؟ من بچه یزد هستم. کدام محله یزد به دنیا من آمدید؟ من در محله برخوردار کوچه. برخوردار یعنی حاجی برخوردار، یادتون باشه حاجی برخوردار معروف یکی از سرمایه‌داران بزرگ ایران بود و واقعا در روند مدرنیته ایران سهم و نقش، فکر میکنم منظور همونه. وقتی میگن آقای شیرمحمدی، خب دارم دوباره ارتباط رو برقرار میکنن، داریم گفتگو میکنیم. من صدای شما رو میشنوم. آره آقای شیرمحمدی، وقتی میگید برخوردار هم حاج برخوردار معروف دیگه، ارتباط ما داره سعی میکنن ارتباط رو برقرار کنن. خیلی جالبه این خاطرات آقای شیرمحمدی. بالاخره ارتباط مجدداً برقرار شد. برخوردار هم حاج برخوردار دیگه نیست؟ محله مسجد برخوردار، دقیقاً در مسجد برخوردار روبروی عکاسی پدر من باز میشد و عکاسخانه هنوز هست. ایشون سومین نسل عکاس بود، پدر بزرگم دومین نسل بودن و عموی ایشون میرزا مهدی چهره‌نگار دومین عکاس ایرانی ایران بود که از دربار ناصرالدین شاه اومد و با ذیل سلطان اومد اصفهان و عکاس مخصوص اون شد. جالبه، عکاس خانه بزرگی در شیراز بود در برابر ارک کریم خانی، یعنی بنای تاریخی به نام چهره نگار. من یادم یه دفعه دست جمعی ما خیلی کوچیک بودیم بچه، بعد به اتفاق مادر پدر و همه اعضای خانواده رفتیم اونجا یه عکس دست جمعی گرفتیم. این عکس فکر کنم الان نزد یک از افراد خانواده باشه، خیلی عکس جالبی. الان گفتن چهره نگار، یادم با اون چهره نگار افتاد. هیچ نسبتی به چهره نگار شیراز داشتی؟ یا نه؟ نه نه نداشتی؟ نسبتی نداشتیم با اونا، ولی اون آقایی که عکاسی چهره نگار اصفهان رو تأسیس کرده بودن، ایشون هم جزو اولین عکاسای ایران بودن که بعد اون مسلما اون شخصی که از خانواده شما عکس گرفته بود به احتمال زیاد نوه ایشون بوده. عجب. اونم عکاس بسیار قدیمی ایران. عباس عزیز، هیچ فکر می‌کردی یک روز حالا چند نسل شما عکاسیگر از زمان ناصرالدین شاه تا به امروز که شما بشه عکا و بیاد در کاخ سفید از رؤسای جمهور عکس بگیری؟ نه آقای میبودی، من باور نمی‌کنید من یه عشق عجیبی نسبت به عکاسی داشتم. خیلی خیلی برام خودم الان که فکر می‌کنم خیلی عجیبه. من کلاس 11 بودم که برای تولدم بابای من یک دونه دوربین اینستاماتیک کوداک به من دادن. خلاص یازای دبیرستان و باور نمی‌کنید من شب اون دوربین رو گذاشتم بغل بالشم و خوابیدم.
عاشق عکاسی بودم و هستم و نمیدونم، هیچ وقت نمیدونم که آیا واقعا میخواستم عکاس، ولی از کوچیکی تو عکاسی پدرم بودم و یاد گرفتم و دلیلی هم که تو آمریکا تونستم خیلی زود شروع بکنم به خاطر همون آموزش عکاسی و مخصوصا روتوشی بود که اینجا میگن ریتاچینگ، روتوشی بود که اونجا به من یاد دادن و این دقیقاً یک کلید خیلی راحتی بود برای من که وارد صنعت عکاسی آمریکا بشم و وارد عکاسی سیاسی بشم. خیلی جالبه. بسیاری از حوادث و وقایعی در کاخ سفید، هولوش کاخ سفید در رابطه با رئیس جمهور گذشته توسط عباس عزیز ما ثبت شده برای همیشه و خیلی جالبه. جالب بدونید که یکی از معروفترین عکس ها از خانم لوینسکی رو، مونیکا لوینسکی رو، آقای عباس شیر محمدی گرفته که بعدن حاضر نشد حتی به قیمت کلان اون رو بفروشه. کاش بماند برای جلسه‌ای که مفصل‌تر در این باره صحبت می‌کنیم. این اتفاق در دوره کلینتون ها افتاد، درسته آقای شیر محمدی؟ دقیقاً. بله بله، این داستانش رو من خدمت شما گفته بودم و یک کمی مفصل هست، ولی عکسی بود که گرفتیم و مبلغ خیلی زیادی هم به من پیشنهاد شد ولی من اون عکس رو ندادم به خاطر اینکه واقعا شما وقتی در یک جایی میرید که عکس بگیرید شما محرم بود، این دقیقاً مثل یک دکتر هستش، یعنی درست کاملا باید محرم باشید، کاملا باید به شما اعتماد داشته باشن. من هیچ زمانی نشده که مثلا اون در اون محیطی که هستم نسبت به طرز فکر سیاسی یا اجتماعی یا برخوردهای اون اشخاص با هم دیگه کار داشته باشم. من کار خودم رو انجام میدم، میام بیرون و به خاطر همینم هم هست که واقعا یک اعتمادی تونستم در این مورد در این مدت برای خودم کسب بکنم و گاردین اون تصاویری باشم که در اون مقطع انجام یعنی گرفتم و نگهبانه. بله دیگه، درسته، کاملا رازهای مردم، رازهای کسانی که دقیقاً. آقای باور کنید عکسای در آرشیوم دارم آقای بودی، باور کنید که اگر اینا بیاد بیرون خیلی چندین آدم معروف باید از کارشون استعفا بکنن. عجب. این نرمال هست، این فقط مخصوص من نیست، نرماله. نرماله. کسی که معمولا مرتب دارن این مسائل رو کاور میکنن، حتی خبرنگارا، حتی تلویزیون ها، خبرنگارا یعنی فیلم بردارن تلویزیون، خیلی زیاد به این مسائل برمیخورن پشت صحنه. از این هفته عباس شیر محمدی با ما خواهد بود، خاطراتشو برای ما بازگو میکنه. از او خواهش کردم که فقط چند تا عکس رو برای ما بفرسته که آشنا بشید با این چهره فوق‌العاده جالبی، هنرمند عزیز ما در پایتخت آمریکا. چه عکسای فرستادی آقای؟ من یه مقداری عکسای کمپین هیلری رو براتون فرستادم، یه مقداری از عکسای پرزیدنت بوش رو فرستادم، یه مقداری از عکسای اوباما رو فرستادم، یه مقداری از عکسای هنرپیشا و کسایی که باشون بودم فرستادم و یک دونم عکس مخصوص برای خود شما فرستادم، عکس شماره 42، نمیدونم به دستتون رسید یا نه. نمیدونم چی بوده شماره 42 عکس. الان از امیر عزیز خواهش میکنم حتما عکس ها رو نشون بدن، جالبه. خب آقای شیر محمدی عزیز به من بفرما، شما که میدونم که با کارتر یه بار فقط برخورد داشتید. دقیقا یه بار. و میدونم در مراسمی هم که برای دختر کارتر برگزار شده بود شما شرکت داشتید. تولد ایمی. بله. اسم دختره چیه؟ ایمی. ایمی. در اونجا بودید. بعد دیگه بعد شروع میشه با ریگان تا به امروز. بله؟ دقیقاً. با ریگان چند بار برخورد داشتید؟ با ریگان خیلی بودم. با ریگان زیاد خیلی کاور کردم ریگانو. من اولین باری که رفتم توی کاخ سفید برنامه داشتم خیلی جالب بود چون اسم اصلی من حاج شیر محمدی هست و 17 تا حرف داره. خب اون موقع کامپیوتر نه، یعنی کامپیوتراشون واقعا اصلا سیستمش فرق میکرد، اون دم گیت که شما میخواستید وارد بشید کاملا فرق میکرد و این فرمی که اونجا بود که باید اونا پر میکردن بعد میکردن زیر اون اسکنر، اون جای 17 تا رو نداشت. و خیلی جالب بود که بالاخره اونا هم خندیدن، یه برنامه جالبی بود. بالاخره کلیر شدم رفتم تو و یه مراسمی بود که داشت به یکی از کارمنداش که میخواست اونجا رو ترک بکنه یه پارتی کوچولو گرفته، یعنی اولین باری بود که من رفتم و دقیقا اون
یک ماه و نیم بعد از انتخاب، یعنی بعد از رئیس جمهور شدن ریگان بود، ولی عکس آفیشیال یا عکس رسمی ایناگوریشن ریگان رو من گرفتم و از همون زمان عکس تخصص من تو پانوراما فوتوگرافی هست، پورتری و پانوراما. یعنی عکس های 168 درجه ها؟ اون عکس ها تا 160 درجه، 180 درجه تا 360 درجه. او جالبه. خب آقا شیر محمدی، گفتگو رو باید بذاریم ادامه گفتگو رو هفته آینده، گفتگو جالبی و خاطرات حتما. من به شما شب بخیر میگم. قربان شما، در مرکز شما و بینندگان عزیزتون بخیر. خدا حافظش. موفق باشید. خواهش میکنم.